بچه ها دیروز سر داستانه واقعی اولی فکر کنم اونقدر حالم بد شد و جیغ جیغ کرد اونو من ساعت 5 صبح انجام دادم و رو حساب این که صابخونه گفته بود تو دیوارا یه سری چیزایی کرده که صدا رد نمیشه من اینجوری سر صدا دادم ساعت 5 صبح و از صبحش نه بخندم چقدر خرم چرا میخندم صبحش یک نامه در خونمون بود که یکی دو شبه به خاطر شب زنده داری شما نمیتونیم بخوابیم خواهشن یواشتر کوف چرا میخندی میخواستم بگم که من تایم بعد موقع سلام بچه ها اسمان تهوسا به یه جوری میپیچونم چون الان هم ساعت 2:30 ظهره برای همینه یه خورده یواشتر صحبت میکنیم سلام بچه ها اسمان تهوسه آره دیگه و خلاصه بریم سراغ داستانهای فاخنی من توی خانواده ثروت من ساکن هندوراس متولد شدم اوکی هندوراس کجا؟ هندوراس نه بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی هندوراسه اوکی بچه ها یاد بگیرین جغرافی هم دیگه تو داستانه واقعی دارم بهتون یاد میدم چیزایی داشتیم که نمیتونی تصورش کنی ولی بعد اقتصاد سقوط کرد okay. و همه چیزمون رو از دست دادیم ما اونقدر از فقیر شدن خجالت میکشید که فرار کرد در اصل مامانم نمیتونست کار پیدا کنه فقط یک قدم با آواره شدن فاصله داشتیم یعنی یه اقتصاد فرو ریز کردن میتونه زندگی رو از این رو به اون رو کنه تو پول داری چیکار به اقتصاد داری حالا درست تاثیر میذاره ولی احتمالاً ورشکستی چیزی شدن اون موقع فقط 15 سالم بود و تصمیم گرفتم برم در خونه دوست پسر قبلیم مامانش در رو باز okay. کرد و براش توضیح دادم که بعد جور به پول نیاز دارم و ازش خواستم به عنوان خدمتکار براشون کار کنم اون زن مهربونی بود و گفت ولی میتونی خدمتکارمون باشی ولی این یه کار تمام وقت و دیگه نمیتونی بری مدرسه جواب دادم خیلی ممنونم قول میدم رو سفیدتون کنم واقعا من اینطور چیزا اینجور کارهایی که میبینم نمیشه بری مدرسه و پولم داری در میاری خیلی بیشتر ترجیح میدم تا اینکه همزمان هم مدرسه بری هم کار کنی کل پولایی که کار میکنی و بریزی تو حلقوم نظام آموزشی ولی من کل زندگیم یه دختر لوس پولدار بودم که به سخت کار کردن عادت نداشتم دو از وقتی به دنیا اومدم خدمتکارمون تمام کارهای خونه رو دهنت سرویس ولی یهو باید از یه خونه بزرگ به تنهایی مراقبت میکردم داشتم زمین رو تمیز میکردم که دوست پسر سابقم خوزه منو دید و پرسید تو اینجا چی کار میکنی؟ من جواب دادم از مامانم okay. خواستم براش کار کنم خانوادم به پول نیاز دارن آه حداقل هنوز جذابی خدمتکاری و از اون داستانه حال به هم زن مهراد چیم؟ راستی با دوبله مهراد هم هست اوکی. دیگه همه تون مهراد رو میشناسیم گفته بودم که دوست پسر قبلیم خوزه ای عوضی به تمام معنا بود به خاطر اینکه فهمیدم داره با دوست دختر جدیدش جوان بهم خیانت میکنه باش به هم زده بودم اوکی. همون دختری که از کلاس هفتم منو مسخره میکرد یه شب تو جشن رقص مدرسه یه لباس سفید خوشگل پوشیده بودم ولی بعد جوان و دوستش اومدن پیشم و روش آب پرتقال ریختن تا شب منو خراب کنن اونا هنوز تو رابطه بودن و یه روز که داشتم برای خانواده خوزه آشپزی میکردم جوان اومد تو آشپزخونه و گفت خوزه بهم گفته تو خدمتکارشونی بله هستم اون بهم نزدیک شد و گفت اگه سعی کنی خوزه رو ازم بدوزی نابودت میکنه شیت اوکی اون بازمو نیشگون گرفت و انقدر دردم گرفت که هلش دادم عقب کلفت کثیف چطور جرأت میکنی بهم دست بزنی تو فقط یه کلفتی اون غذایی که پخته بودم برداشت ریختش رو زمین و گفت تمیزش کن کلفت خدا دلم میخواست بهش حمله کنم ولی نباید به خطر میافتادم تا کارم رو از دست بدم خانوادم واقعا به اون پول نیاز داشتن در ضمن وقتایی که جوان اینجا نبود خوزه همش بام لاس میزد البته از این کارش متنفر بودم چون اون بهم احترام نمیذاشت اون بهم دستور میداد و از اینکه هر چی میخواد انجام میدادم لذت میبرد فکر کنم حال میکرد که روم قدرت داره احساس بیچارگی میکردم فرداش جوان بهم دستور داد که پاهاشو ماساژ بدم همونطور که گفتم نمیخواستم کارمو از دست بدم پس کاری که ازم خواست و انجام دادم خیلی الان من اعصابم داره دوباره خورد میشه سکوت میکنم دیگه خودتون میدونن من قرار چه ریاکتی کنم پس ریاکت نمیکنم خوزه نشست کنارش و جفتشون از دیدن کار کرده هم لذت میبردن واقعا تحقیرآمیز بود جان چون میترسید خوزه رو ازش بدزدم تصمیم گرفت بیاد باهاش زندگی کنه و اینطوری زندگیم واقعا طاقت فرسا شد اون هر روز بهم دستور میداد که ماساژش بدم مجبورم اینکه یه کارایی کنم مثل خشک کردن موهاش هیچ کس از خانواده خوزه اهمیت نمیداد که با من با بی احترامی رفتار میشه نمیدونستم باید چی کار کنم من روزی 15 ساعت به عنوان خدمتکارشون کار میکردم و وقت نداشتم مدرک دبیرستانمو بگیرم میدونستم که اگه تغییر ایجاد نکنم تا آخر عمرم خدمتکار میمونم ولی اول میخواستم یه نقشه بکشم که از جوان انتقام بگیرم تو فکرم این بود که زیباییشو از بین ببرم میدونستم خوزه عاشقش نیست اگه زشت میشد خوزه همون روز پرتش میکرد بیرون ولی چجوری باید این کارو میکردم؟
به فکر انجام یه کار خوفناک بودم مثل اصلا. اسم اینو نمیتونم بیارم، اینه چیز میده بدن که اسمشو خودتون دیگه بفهمید چیه. وحشیانه است و به خاطرش به زندان میافتم. شاید هم باید موهاشو میبریدم، ولی خب دوباره موهاش روش میشد و اون یه انتقام خیلی بدتر ازم میگرفت. بعدش یه فکر معرکه به ذهنم رسید. هر هفته روی کاور خروسشان خوزه رو سوراخ میکردم. مطمئن میشدم که فقط کاورش سوراخ باشه تا خود پلاستیکش آسیب نبینه، چون واقعا نمیخواستم جوان توسط خوزه عامل بشه. بعد از اون فقط باید سب میکردم تا خوزه ببینتش. ولی خیلی طول میکشه. شمام تو آندرد آی کیو زده که دو جوان داشت زندگیمون به جهنم تبدیل میکرد. بعضی وقتا مجبورم میکرد توالتی که ازش استفاده کرده رو بشورم. همیشه هم پشت سرم وای میساد و اظهار نظر میکرد، مثلا او حتما اتفاق بزرگیه که توالت منو میشوری، معلومه چقدر هیجان زده ای. کار مورد علاقش این بود که با ماشین گرون خوزه بره خرید و از من به عنوان رانندش استفاده میکرد. هر موقع یه فروشگاه میدید و میخواست ببینتش موهای منو میکشید و بعد وقتی میرفتیم خونه مجبور بودم چندین ساعت نگاهش کنم که لباسای جدیدش رو امتحان کنه. به شدت خسته کننده بود و همیشه میگفت من خیلی خوشگلم، چقدر بد شد که پول خرید این لباسا رو نداری، ولی نگران نباش در صورت بد نمیاد. زمنان حتی مجبورم میکرد تکالیفشم انجام بدم. گرچه خوش نمیگذشت، ولی حداقل میتونستم درس بخونم و یه چیزی یاد بگیرم. بعد یه اتفاقی افتاد. شنیدم خوزه سر جوان داره داد میزنه، پس رفتم دم در اتاقشون تا فالگوش وایسم. اون گفت تو سوراخش کردی؟ چون میخواستی عملت کنم؟ من که میدونم تو دنبال پولمی. نه من این کارو نکردم، حتما اتفاقی سوراخ شده. رو هر کدوم از کاورهای خروسشانای سوراخ هم واقعا میخوایم بگی اتفاقی بوده؟ فکر کردی احمقم؟ خیلی خوش شانسی بابام نمیدونه چی کار کردی و یعنی سرتو میبرید. اون شروع کرد به گریه و خوزه رو التماس کرد تو حرفشو باور کنه، ولی خوزه از خونه پرتش کرد بیرون. عدالت، اوه عدالت عزیزم. خیلی خوشحال بودم که اون رفته، ولی روز بعدش خوزه اومد سراغ ما، ازم پرسید که من کاور خروسنشانشو سوراخ کردم. جواب دادم چی؟ اون گفت جوان گفت تو براش پاپوش دوختی که بندازمش بیرون، حقیقت داره؟ نه حقیقت نداره. قسم میخورم. من دیگه قسم نخورم، خیلی بیادبی دیگه، از این جور حرکت ها دیگه نزنین. اون نمیدونست حرف کیو باور کنه، ولی بهم اجازه داد به کارم تو خونه ادامه بدم. هر روز که زمینو تمیز میکنم زانوام زخمی میشن، ولی حداقل انقدی پول در میارم که هوای مامانمو داشته باشم. نایست. تازه دارم با بابای خوزه رفیق میشم، اون یه تاجر موفق و یه روزی شاید ازش بخوام بهم پول قرض بده تا بتونم خودم کسب و کار نظافت را بندازم. درسته که مدرک دبیرستان کلاسه گفت رفیق میشم، یه لحظه یاد شوگر دادی اینا افتادم. درسته که مدرک دبیرستان ندارم، ولی به هر حال برای موفقیت به این چیزا نیازی نیست. نایس داستانش خوب بود. کوتاه بود، ادامه دار میخواست بشه و اون دختره میخواست هی مشکل درست کنه، اعصاب منم بیشتر خورد میشد. آره بریم داستان بعد. من نه تنها یه مادر نوجوان بودم، بلکه توی فاضلاب هم زندگی میکردم و باید با موشایی که میخواستم منو بخورن سر و کله میزدم. ولی بیاید یکم به عقب برگردیم تو از اول براتون تعریف کنم که چرا توی سیستم فاضلاب مکزیکو سیتی زندگی میکردم. توی مکزیکو فکرم شهر پیشرفته‌ای شده، با اینکه فقط 15 سالم بود. من تو طبقه متوسط مکزیکو سیتی بزرگ شدم. زندگیم تا حدی حوصله سربر بود تا اینکه اولین کار عکاسی مدلینگ رو شروع کردم. یه پسر خوشتیپ اومد سمتم و بهم گفت با مزم، حتی ازم خواست بریم بار، ولی بهش گفتم من فقط 15 سالم و بابام هیچ وقت اجازه نمیده شبا برم بیرون به خاطر گنگسترا و مافیای مواد مخدر که تو کشورمون هستن. به هر حال آخر شماره‌اشو بهم داد و از اونجا رفت. بعد مدیرم اومد پیشم و گفت یارو دور شو، باباش یکی از مافیای رد بالای مواد مخدر بود، فقط به دلیل بیاد اینجا که دخترای خوشگل رو با خودش ببره. اگه باهوش بودم به نصیحتش گوش می‌کردم، ولی نمیتونستم از فکر پسر بیام بیرون. چون می‌خواستم نمیگم، هیچی نمیگم که باباش عضو مافیای مواد مخدر بود خیلی هیجان انگیزش میکرد. جفتمون رو تصور میکردم که توی اماراتای گرون قیمت از پلیس خایه میشیم و مافیای مواد خودمون رو تشکیل میدیم. آره حتما. من عاشق این بودم که تصور کنم همسرم یه رئیس مافیای مواده. کسی که اینجوری دنبال دختر رو میاد، همه دختر رو میاد، خیال میکنه ترم با تو میبای تو یکی میاد، مثلا میرین دیگه زن و شوهری و تا آخر عمر دو تایی با همین. نخیر ازم آب قطعه. بچه خدافظ، همین دو کلمه کافی. پس با پسره آشنا شدم، اسمش آرماندو بود. آرماندو بود، اوکی لیتس گو. اما باش قرار گذاشتم و دقیقا همونطور بود که تصورش میکردم. اون منو با ماشینای اسپورت توی کل شهر میگردون و میدونستم که تا وقتی کنارشم نباید از هیچ کس بترسم، حتی از پلیس. چون پلیس مکزیک خیلی فاسده. مثلا یه بار توی مهمونی یه یارو مست دوست پسرم آرماندو رو مسخره کرد، ولی وقتی دوستاش بهش گفتم بابای آرماندو کیه، یارو سری زانو زد و به آرماندو التماس کرد تا ببخشتش. گریه میکرد و آبروی خودش رو میبرد و خب این
همکارت جواب داد چون آرماندو بهش اجازه داد بره، به خاطر همین بود که انقدر اعتماد به نفس داشت، هیچ کس نمیتونست بهش دست بزنه. ولی یه بار دم خونمون اومد دنبالم و بابام ازش پرسید که اون کیه. آرماندو جواب داد من دوست پسر دخترتم. صد ساله سیاه، مشخصه تو چجور آدمی هستی. بعدش بابام بازیمو گرفت و منو به زور برد توی خونه. دیدم آرماندو داره از پشت میاد سمت بابام، ولی من باهاش بای بای کردم چون نمیخواستم کسی آسیب ببینه، ولی خب من عاشق بودم. بنابراین فرداش بعدم از اسه فرار کردم و رفتم تا با آرماندو زندگی کنم. اون توی یه آپارتمان بزرگ زندگی میکرد و به قدری برام پول خرج کرد که دیگه قانع شدم رابطمونو جدی گرفته. ولی یه شب با دوستاش رفتیم بار و من یه اشتباهی کردم، یکم مست شده بودم و به آرماندو گفتم یکی از دوستاش خیلی بانمکه. اون از کوره در رفت و بهم گفت به جای خودش برم با اون یارو رل بزنم. بلافاصله ازش عذرخواهی کردم و گفتم داشتم شوخی میکردم، ولی بعد از اون دیگه رابطمون مثل قبل نشد. بیشتر وقتا کمتر خونه میومد و به نظر میومد دیگه دوستم نداره. اینقدر میترسیدم از دست بدم که یه کاری کردم باردارم کنه. واقعا حاملنی داریم، منم نمیتونم داد بزنم، باید خیلی ریلکس با این داستانا کنار بیام. یعنی همیشه هر موقع هر چیزی هر جای کم میارن یه بچه باید بندازن وسط. بهش دروغ میگفتم که قرص ضد حاملگی میخورم. با خودم فکر کردم که اگه یه بچه داشته باشیم دوباره عاشقم میشه. گفتم میدونم که اخیرا همه چیز بینمون سخت پیش میره، ولی ببین همین الان چی فهمیدم. بهش تست حاملگیمو نشون دادم، امیدوار بودم خوشحال بشه، ولی چشماش بیروح به نظر میومد. خوشحال نیستی؟ این جزء برنامه هام نبود. واکنشش خیلی عصبیم کرد. یعنی از قبل برنامه داشته ولم کنه؟ نه، از قبل برنامه داشته که بچه نباشه که براش بخواد وقت بذاره. اینطور چیزا هم هست. رفتیم رو تخت ولی من نمیتونستم بخوابم، خیلی نگران بودم. بعد یهو وسط های شب از جاش بلند شد، موبایلشو برداشت و از اتاق رفت بیرون. قایمکی تا بالکن دنبالش رفتم و شنیدم که میگفت باید از شهرش خلاصم کنی، کار خیلی آسونیه، فردا صبح میارمش خونت. وحشت زده برگشتم به اتاق خواب، باید از اونجا میرفتم. پس صبح زود حدود ساعت 5 از خواب بیدار شدم و خواستم فرار کنم، ولی یه جوری آرماندو فهمید و گفت کجا داری میری؟ نخوابیده بوده. فقط میرم حموم، فکر کنم بچه از خواب بیدارم کرده. باشه، راستی بعدا میری پیش یکی از دوستام، تو هم بیا پیشمون. خیلی عالیه. ولی امروز تولد خالمه. باشه اشکالی نداره، اول میریم دیدن خالت بعد میریم پیش دوستم. این روانی واقعا میخواست منو بکشه. رفتم حموم و شیر آبو باز کردم، میخواستم آرماندو باور کنه که دارم دوش میگیرم تا تو این مدت بتونم فرار کنم. بعد از حموم اومدم بیرون و به سمت در جلوی رفتم، ولی دقیقا وقتی دستگیره رو گرفتم شنیدم که آرماندو گفت کجا داری میری؟ من فقط دارم میرم بیرون یکم ورزش کنم. بدون کفش؟ و چرا آب حمومو باز گذاشتی؟ هیچ بهونه‌ای برام باقی نمونده بود. پس دویدم سمت آسانسور. آرماندو دنبالم نکرد. فکر کنم میترسید جیغ بزنم و همسایه‌ها متوجه بشن. به جاش فقط تو چشام زل زد و منتظر آسانسور موندم. خیلی ترسناک بود. بعد از اون مستقیم رفتم خونه بابام. وقتی درو باز کردم داشتم گریه می‌کردم. خیلی احساس بدی داشتم که فرار کردم. ولی اون درجا منو بغل کرد و من می‌دونستم که هنوز دوستم داره. بهش گفتم که بابای آرماندو یکی از اعضای بالا رتبه مافیای مواد، اون حالا میخواد منو بکشه چون ازش حاملم. بابام جواب داد دیگرون نباش، یه جایی میشناسم که میتونی قایم بشی. منو برد توی خیابون جلوی خونمون، درب فاضلابو برداشت و گفت قبل از اینکه کسی ببینتت برو اون تو، زود باش بعدم برات غذا میارم. من پریدم پایین و انقدر بوی بد میومد که گریم گرفت. اونجا خیس بد بو و کثیف. بابا خب یه چه دیگه قایم میشه، تو همون خونه نمیتونستی قایم شی، رفتی تو وداف. من 12 ساعت صبر کردم تا اینکه بالاخره بابا اومد پایین تا برام غذا بیاره. چرا اینقدر طولش دادی؟ من از اینجا متنفرم. تو که نمیدونی دوست پسر عزیزت آرماندو امروز اومد ملاقاتم. اون رفیقاش کل خونه رو دنبال تو گشتن. بهتره چند ماه این پایین بمونی تا اوضاع آروم بشه عزیزم. چند ماه؟ دیوونه شدی؟ این پایین حتی یه توالت هم نیست. واسه همین برات اینجا توالت دونی هستم. واسه همین برات پوشک خریدم. اجازه این بابام برام چند تا بطری آب و غذا و زیرانداز و یه بیسمه دستی آورد. مرمونم شد. فرسون هنوز به این بزرگی بشین ولی تو پوشک جیش همچین هم زندگی جالبی نبود، ولی حداقل جام امن بود. و البته فرصت کردم به تمام تصمیم احمقانه که گرفتم فکر کنم. چند دقیقه بعد با بابام تماس گرفتم. به خاطر فرارم ازش عذرخواهی کردم و ازش تشکر کردم که گذاشت برگردم پیششون. فقط گفت نگران نباش عزیزم، من همیشه هوا تو دارم. بعدش خوابم برد، ولی بعد از چند ساعت حس کردم یکی انگشت پامو قلقلق میده. یه موش کثافت. اون می‌خواست پای منو بخوره. زندگی من همین جوری بود تا اینکه 3 هفته بعد بابام یه راهی برام جور کرد که از مکزیک فرار کنم.
نمیخوام بگم الان کجا زندگی میکنم چون هنوز میترسم یه روزی آرماندو پیدام کنه، ولی اخیرا توی یه مدرسه ابتدایی به عنوان معلم کار میکنم، همزمان دخترمو بزرگ میکنم. اصلا زندگی راحتی نیست. ای کاش وقتی بابام درباره آرماندو بهم هشدار داده بود به حرفش گوش میکردم، ولی کار از کار گذشته. نه دیگه، اون کار بیشتر حالا درسته با اون پسره بودی اوکی هم بود، تا اونجاش مشکل نداشت. اونجا که یه دوستت خیلی با نمک دیگه خودتون ان میکنین، چهار قلاب مشروب میخورین، همین میشه. پایان آنچنان خوبی نداشت و با کلی حسرت داستان به پایان رسید. آره خب بچه‌ها، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این قسمت. هم لایک و کامنت و نظراتتون حتما حتما فراموش نشه. مرسی که اینقدر به من انرژی میدین و تا قسمت بعدی، خدا نگهدار شما.